طولی رفت؟ بله. من زیبا کرم‌علی‌ام، زاده کرج، متولد 14 آذر 1375، فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما. تحصیل در رشته کارگردانی سینما را شروع کردید و بازیگر شدید. آیا بازیگری را به طور جدی ادامه می دهید یا هنوز هم هدفتان فیلمساز شدن است؟ بازیگری را که خب آره قطعا ادامه می دم و درسته که هدفم نبود، از اول هم هدفم نبود و از اول هدفم فیلمسازی بود، کارگردانی بود، ولی خب مسیری بود که وقتی توش قرار گرفتم به نظرم مسیر جذابی بود و از همه مهمتر مکمل بود برای همون بحث فیلم سازی و تجربه کردن و کلن این که خود حرفه بازیگری جذابیت هایی داره که برای من دوست داشتنیه و دوست دارم توش کار بکنم، ولی خب قطعا هدف نهایی من، هدف اصلی من، چیزی که اگه قرار باشه یه روزی انتخاب بکنم بین بازیگری و کارگردانی، قطعا کارگردانی و فیلم سازیه. چگونگی انتخاب شدنتان در فیلم محمد حسین مهدویان، فیلم لاتاری؟ خیلی اتفاقی بود، یک اتفاق باحال. من سال 96 بود فکر میکنم، انتخابات ریاست جمهوری 96 بود دیگه، بله سال 96 بود دقیقا، یکی دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود. بعد ما رفتیم مذاکره کردن با دفتر آقای رضوی برای اکران فیلم ماجرای نیمروز، ماجرای نیمروز یک، که به عنوان انجمن علمی سینما دانشگاه سینما تئاتر ما برنامه داشتیم که این فیلم رو همزمان با اکرانش روی پرده تو دانشگاهمون اکران بکنیم. انقدر مذاکرات ما کش و قوس پیدا کرد و انقدر سخت بود که در نهایت نزدیک شدیم به انتخابات. سه روز قبل از انتخابات من با کلی تلاش و بروبیا و جنگ و نبرد و چه و چه بالاخره تونستم اکران رو بگیرم، از یعنی اکران، اجازه اکران رو از آقای رضوی بگیرم که توی دانشگاه بیان، که حالا اونها هم دلایل خودشون رو داشتن. و بعد توی این اکران حالا آقای مهدویان و گروهشون تشریف آوردن و بعد از اکران که ما رو دیدن گفتن که هی من دیدم آقای امینی هی نگاه میکنه به من، هی مشورت میکنه با آقای مهدویان. بعد از اکران به من گفتش که من و آقای امینی یه فیلم داریم کار می‌نویسیم و اینا به نام لاتاری، بیا ما دیدیم که تو به این نقشه می‌خوری. یه سری سوال هم از من پرسید که چی می‌خونی، چی کار کردی و اینا، گفتم باش. دیگه رفتم و دفترشون رو خیلی زحمت کشیدن، وقت گذاشتن واسه من و دیگه شدم جزوی از گروهشون. اگه انتخاب با خودمون باشه من دلم میخواد بریم جایی که همه میتونن ببیننت. اتفاقا من باز دوست دارم بریم یه گوشه، کسی کاری با کارمون نداشته باشه، راحت زندگی کنیم. اتفاقا من ابون ببین قور بزنی از فردا اینطوری میرم سر کار. فردا سر میخواد زن بگیری چرا به خودم نمیگی؟ بچه ها رو ببینی، من شب و روزم دارم با اینا میگذارم. کجا باید برم؟ یه دنیا خاطره. جان داداش اتفاقی افتاده؟ نه بابا ماشینالش خوبه. بله فرمایش این کار دارم. برو آقا من آبرو دارم، برو در خونه اون هستا. کجا باید برم؟ حیات شما یکایت اون موچه هست که آب افتاد تو لونهش، در آمد گوه آی هوار کل دنیا رو آب برد. چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره. آسون نبود، من اصلا اولش استرس داشتم، یعنی اصلا اینجوری بودم که برم نرم، موقعیت خیلی موقعیت جذابیه، ولی من که نمیخواستم بازیگر بشم، نکنه یه وقت اشتباه باشه، نکنه نتونم. ولی خب انقدر خودشون گروه همراهی بودن، انقدر به من کمک کردن که اون ترسه اون استرابه از بین رفت و در نهایت به نظر خودم حالا نتیجه‌ای که وجود داشت با توجه به حالا شرایطی که من داشتم به نظرم نتیجه معقولی بود. آیا از شروع بازیگری با لاتاری خوشحالید؟ و از نتیجه کارتان در این فیلم راضی هستید؟ آیا به قدر کافی شناخته شدید؟ آره راضیم واقعا. راضی که خب اصولا ایدئال آدم همیشه یه چیزیه که همیشه فاصله وجود داره تا بامون. هر کاری هم بکنی انگار با ایدئالت یه فاصله برات وجود داره، حالا چه کم باشه چه زیاد.
قطعا اون فاصله هم برای من وجود داره، ولی میگم با توجه به شرایطی که داشتم و خب این بی تجربگی که توی من وجود داشت، فکر میکنم که آره به نظرم خوب بود، تحمل کردن دیگه. و به قدر کافی که به قدر کافی شناخته شدن، والا یکم فکر کنم بیشتر از حد کافی شناخته شدم، انتظارشو نداشتم که اینقدر مردم محبت داشته باشن، ولی خب خیلی واقعا لطف کردن، لطف داشتن و همچنان هم همین هست. امیدوارم که بتونم حالا این مسئولیت لطف و محبتی که مردم به من دارن رو درست به دوش بکشم. آره یه دختر مظلومی که همیشه یه اتفاقی براش میفته خیلی پیشنهاد شد، ولی آره پیشنهادهای مختلفی داشتم، ولی در نهایت پیشنهادی که دلمو چهار تا کار بود که دوست داشتم واقعا توشون باشم، که حالا هر کدوم به دلالی نشدن، ولی به غیر از اون چهار تا باقی پیشنهادها واقعیتش خیلی پیشنهادهای دلچسبی برام نبودن که حس میکردم الان موقعیتش نیست. لاتاری با انتقادهایی که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی داشتن روبرو شدن. نظرتان درباره این انتقادها چیست؟ خب به نظر من قابل پیشبینی بود دیگه، یعنی خب به هر حال آقای سید محمود رضوی، آقای مهدویان با توجه به فیلم هایی که قبلا کار کرده بودن و حالا خود آقای رضوی با توجه به جایگاهی که دارن و اینا، به هر حال این کسیه که شکل های سیاسی به خودش میگیره دیگه. حالا کما اینکه من یادمه توی نشست خبری فیلم که سال هم جشنواره فجر برگزار شد، تمام حرف هایی که بیان میشد فقط سیاسی بود، یعنی اصلا کسی راجع به فیلم صحبت نمیکرد، که این به نظر من خود ماهارم همه آزار داده بود. حتی خود آقای مهدویان هم اینجا گفت آقا چرا راجع به فیلم حرف نمیزنیم اصلا، چرا فقط داریم راجع به نقطه نظرات سیاسی و شخصیمون حرف میزنیم. برای من قابل پیش بینی بود، ولی خب من خودم فکر میکنم که میشه جدای از این بحثای سیاسی خود فیلم رو هم راجع بهش صحبت کرد، حالا چه خوب چه بد. من نمیگم نقد مثبت یا نقد منفی، هستن کلا میگم به عنوان حالا به مثابه یک فیلم هم راجبش میشد بحث کرد و این خیلی کمتر اتفاق افتاد، ولی باز هم اون هم در سایه بحثای سیاسی خیلی قرار میگرفت. بله قطعا به هر حال هر فیلمی جدای از شرایط اجتماعی شرایط سیاسی جامعهش نیست، هیچ فیلمی به هر حال نقطه نظرات سازنده های فیلم و نگاه سیاسی اونها روی فیلم اثرگذارن، ولی خب وقتی این دیگه از حد به در، به نظر من از حد به در شده بود واسه لاتاری، یعنی دیگه بیش از حد همه چیز رو در سایه این بحث قرار داده بود که حتی جاهایی که نقطه نظرات مثبت هم دریافت می‌کردیم انقدر این دعوای سیاسی بالا گرفته بود که یعنی اون گم می‌شد، خود بحث واقعی گم می‌شد، محتوای گم می‌شد. حالا این نظر منه. بهترین و مفیدترین انتقادی که به کارتان در لاتاری شد و گمان می‌کنید در آینده بسیار به کارتان می‌آید چیست؟ این خیلی سوال خوبیه. من خودم اول از همه بزرگترین منتقد خودم هم. وقتی خودم فیلم رو دیدم بیشترین انتقادی که داشتم و اینو خیلی صادقانه میگم به تند صحبت کردنم بود، که هنوز هم درگیر این مشکل هستم. تند صحبت میکردم و یک جاهای خیلی زیر میشد صدام. بعد از فیلم من حالا با آقای ابراهیم امینی نویسنده و بازیگردان لاتاری بودن صحبت کردم، گفتم که آره شما حالا نظر خودتون چیه، هر نقدی که فکر میکنید میتونه منو کمک کنه به هم بگید. خب ببین من با همه چیز اوکی بودم، فقط یکم روی طمأنینه داشتن و روی آرومتر و شمرده تر صحبت کردن کار بکن و مراقب تون صدات باش، که این خیلی به من کمک کرد که باعث شد بعدن حالا یک سال و خورده‌ای بعدش من وارد گروه دوبلاژ بشم و الان تو پیش بچه های دوبله کار میکنم و اونا خیلی باز به من کمک کردن که این اتفاق بیفته، خیلی بهتر از قبل شد، ولی خب همچنان در حال تمرینم برای اینکه این قضیه بیشتر برام حل بشه. چه اتفاقی برات افتاده؟ تو اون سیمبایی نیستی که من میشناختمش. هیچ وقتم دوست ندارم مثل قبل بشم. راضی شدی؟ نه، ناامید شدم. میدونی؟ تازه داری کم کم مثل پدرم میشی. خوبه،
حداقل یکی از ما مثل پدرته. تو نمیدونی من چه سختیایی کشیدم نارا. من اومدم اینجا کمک پیدا کنم. جسی چی کار کردی؟ جسی هیچ وقت تسلیم نمیشه، اون یه راهی پیدا میکنه. چه کسی یا چه چیزی برای رسیدن به هدفتان بیش از هر چیزی تأثیر داشته؟ یه نفر نیست واقعا. اول که قطعا خدا. واقعا من تو زندگیم خیلی خیلی سخت به کمک الهی اعتقاد دارم و واقعا تو زندگیم دیدم که هر موقع خواستم ازش برام رقم خورده. وقتی چیزی قرار بود رقم نخوره واقعا به زبونم نیومد که بخوام از خدا، ولی هر موقع چیزی رو واقعا خواستم اتفاق افتاده. همیشه میگم تا ابد من مدیون آقای مهدویان هستم، چون واقعا حالا جدایی از بحثان لاتاری کلن یک آدمی بودن که خیلی خیلی هوای من داشتن، خیلی کمک کردن، خیلی به من اعتماد به نفس دادن و دیگه تو مسیر کلی هم که قطعا مادر و پدرم که خیلی خیلی بالا اولو درست مخالف بودن، ولی بعد که دیدن اداره اتفاقای خوبی میفته گفتن پس کمکش کنیم و خب خیلی همراه شدن با من و الان هم واقعا همراهن. من که دارم فیلم میسازم همیشه میگم واقعا مامان بابا اگه شما نبودین الان من واقعا نمیدونستم چجوری از پس این مشکلاتی که الان پیش رو ما بر بیام. در ادامهش گفتین که از موقعیتی که الان در آن قرار دارید راضی هستید. این همان موقعیتی است که انتظارش را داشتید؟ بله، من واقعا الان شاکرم واسه هر چیزی که الان دارم. قطعا ایدئال من نیست، خب قطعا یه سری چیز هدفهای دیگه دارم که تو مسیر رسیدن به اونها هستم، ولی از جایی که فعلا هستم و مسیری که الان توش قرار دارم و دارم توش حرکت میکنم، بله خیلی خیلی راضی و شاکرم. پس از اینکه به هر حال بازیگر شدید، برای تقویت تواناییتان و برای اینکه بازیگر بهتری شوید چه کردید؟ من اول خیلی رو بیان داشتم کار میکردم، حتی کلاس‌های بیان اینا رفتم و بعد دیگه دیدم وارد گروه دوبله شدم، اونجا دیدم او خیلی اتفاقات بهتری داره میفته و خیلی خوب داشتم اتفاقات خوبی میافتاد، خیلی نقاط ضعف خودم رو بهتر پیدا کردم و دیگه به غیر از اون حالا چه کتاب خوندن، چه فیلم دیدن و چه کار کردن حالا تو بحثای دیگه که حالا چون من خب رشته‌ام سینماست دیگه، بخوام نخوام تو این مسیر دارم کار میکنم و فعالیت میکنم و تلاش میکنم. آره تو این مسیر بیشتر از همه روی بیان کار کردم و دارم کار میکنم. سیسام شما را به دیدن این برنامه دعوت میکنه. من محمد رضا غفاری هستم. این 15 سال 19 تا فیلم سینمایی، 2 تا سریال، 3 تا سریال بازی کردم. زندگیمونو به فنا دادی، کسافت. تقریبا میتونم بگم بعد از یکی دو سالی که شروع کردم کار کردن، تکلیف خودم پیش خودم معلوم بود که من دلم میخواد تو چه فیلمایی کار بکنم. با نقش و قصد قبلی بازیگر شدی یا اتفاقی بود؟ دوست داشتم اول خواننده باشم. اینکه حضور داشته باشی، بمونی، بقا داشته باشی، خیلی کار سختیه. الان سخت‌تره تا اون سالا. حاضر نشدم و باعث نشده که من کاری رو انجام بدم که دوستش نداشته باشم. سینما اگر نبود من تماشاچیش میمونم، برای همین میرم نقاشی میکشم، یه آهنگ فقط یاور همیشه مونم. وقتی من روزمرگیم رو بیارم وارد حاشیه بکنم و بگم، یعنی که من دارم به شما هم این اجازه رو میدم، شما هم در زندگی من میتونید دخالت بکنید. صفحه ما رو در اینستاگرام دنبال کنید. بعد از اینکه بازیگر شدی، رابطت با دوستان و خانوادت چه تغییری کرد؟ آیا رفتن به فضاهای عمومی برایت سخت‌تر شد؟ از این خب بعد دونه دونه اینا رو جواب بدم. رابطه‌ام با دوستان و خانواده، بذارید یه چیزی بگم بهتون. من دوستام خیلی اینجوری بودن که حالا مثلا اونا که خیلی باهاشون نزدیک بودم، اینجوری بودن که زیبا بره بازیگر بشه دیگه، اینجوری معروف بشه دیگه، مثلا چی میگن ما رو تحویل نمیگیره، مغرور میشه، فلان میشه، فلان فلان. و من خودم هم یه جاهای دیگه انقدر مثلا گفته میشد، مخصوصا اون تایمی که دیگه سر لاتاری بودم و بعد جشنواره فجر رو، خب من خودم واقعا انتظار این میگم که انتظار این همه
محبت از سمت مردم رو نداشتم و خودمم ترسیده بودم. من یکم کوب کرده بودم واقعیتش و یکم نگران بودم که چه اتفاقاتی داره میفته توی زندگیم، چون میگم هیچ وقت اصلا تصورش هم نداشتم و یهو در اون شرایط قرار گرفتم. ولی من یکی از افتخاراتم اینه که من همون دوستایی رو الان دارم و به هم نزدیکن که 5 سال پیشم داشتم و همون جوری با هم دیگه رفیقیم. و اصلا یعنی چی موقعیت عجیبی، نمیدونم موقعیت بازیگریو که بخوام بگم الان مثلا اون دوستام باید بذارم کنار، مثلا یعنی چی اصلا؟ مگه چه خبره مثلا بازیگر؟ مگه کیه بازیگر؟ اونم یه شغل دیگه مثلا هر شغل دیگه. حالا 4 نفر توی خیابون یا هر جای دیگه آدمو بشناسن، لطف دارن دستشون درد نکنه، ولی واقعا هیچ تفاوتی نمیبینم که بخوام تفاوت بذارم بین دوستانم یا تفاوت داشته باشه برخوردم و رفتارم با آدم ها. آیا رفتن به فضاهای عمومی برایت سخت‌تر شد؟ واقعیتش اولا وقتی فیلم تو فجر پخش شد و بعد از اکران، آره خیلی این اتفاق خیلی میشناختن، من خودم باورم نمیشد. بعد من خیلی آدمیم که اتوبوس سوار میشم، مترو سوار میشم، خیلی آدم راحتی، مثلا سخت نمیگیرم و اینا. آره میگم حتی من حالا اصولا عینک افتاده میزنم ولی با عینک هم میشناختن، شاید باورتون نشه. بعد اونم مثلا نه مثلا یه جایی که جای خیلی خوبی هستی، مثلا اوزاد خوبه، خوشتیپی، نه اصولا موقعی که از دانشگاه خسته و کوفته و شلخته سوار اتوبوس شدی، اعصابم نداری، هنسفری گذاشتی تو گوشت، طرف میده شما زیبایی؟ آره زیبام، آره واقعا. آره یه بار که تو مترو خیلی بامزه بود، خانمه گیر داده به من گفتش که ببین یه فیلم بهت میگم، برو فیلم رو ببین. گفتم چه فیلمی؟ گفت فیلم لاتاری دیدی؟ گفتم که نه ندیدم. گفت ببین یه دختره توش هست، کپی توه، برو حتما ببینا، همین امروز برو ببین. گفتم باشه میرم ببینم. و یه بار دیگه خاطره بامزه که داشتم، یه فروشگاه یالم بزن اینکم بزنم با اینک براتون، میگم این خاطره بی اینکه ولی میخوام با اینک بگم. یه رفته بودم برای تولدم کیک خریده بودم از یه مغازه فروشگاهی، بعد این کیکی که به من داد با اون کیکی بهش گفته بودم فرق داشت. بعد از تولد رفتم تو مغازه اون فروشگاه و داشتم باهاش بحث میکردم، گفتم شما اینجوری کردین، اینقدر پول از من گرفتید بابت این کیک، به من فلان چیزو تحویل دادید، اصلا کارتون درست نیست. منو داشتم بحث میکردم، بحث جدی، بعد طرفم میگفتش نه خانم فلان، یه خانم همون وسط منو کشیده کنار، شما زیبایی، شما بازیگر لاتاری. گفتم خانم بله خودم هم، بله بذار حقمون بگیرم، چه ادامه دادم. طرف برخوردش کلا عوض شد و گفتش که باشه خانم، من نمیدونستم، بفرمایید اصلا بیاین خانم کامل پولتون رو بس میدم. گفتم نه نمیخوام پولم رو بس بدی، فقط حواست باشه که اینجوری حق مردم رو نخوری. یعنی گفتم این همه موقعیت ات، بعد موقعی که داری بحث و دعوا میکنی سره، حالا به هر حال پول زیادی نبود ولی به هر حال برای من اینجوری بود که آقا اصلا بگو 1000 تومان حق منو خوردی، باید جوابگو باشه سر این قضیه. مورد سر همین موقعیت بعد منو میشناخت. آره دیگه. از اینکه مثلا قبل نمیتونی به فضای عمومی بری چه حسی داری؟ نه من میرم بشناسنم اشکال نداره، اولش از سخت من میرم. مشکل نه، تخفیفم میگیرم تازه از مغازه، اصلا مشکلی نداره. آرزوی بازی در فیلم کدام کارگردان را دارید یا داشتید؟ خب اون که آرزویه که همه دارن دیگه، فکر کنم هر بازیگری داره، هر بازیگری که کار نکرده باشه با آقای فرهادی قطعا دوست داره که یه روزی باهاش کار بکنه. ولی من آقای میرکریمیرم خیلی دوست دارم، خیلی زیاد، و جز به کارگردانه که خیلی دوست دارم که بتونم باشون کار بکنم. و دیگه از جوانترها من حالا سعید روستایی و سهیل بیرقی رو هم خیلی دوست دارم. حالا اینا کارگردان اینه، به هر بازیگری دوست داره باشون کار بکنه طبیعتا. فیلمی که خیلی دوست داشتم بازی بکنم، با اینکه میتونم یه فیلمی رو بگم که اصلا سن نقشه من نمیخوره ها، ولی خب واقعا دوست داشتم بازی بکنم، فیلم شبی که ماه کامل شد. واقعا نقش الناز شاکردوست خیلی نقش جذابی بود، فوق‌العاده بود نقشه، و مثلا کار نداریم، مثلا میگم سننم به من حتی نمیخورد، ولی نقشی بود که واقعا وقتی دیدم فیلمو گفتم واقعا این نقش نقشیه که هر بازیگری وقتی بهش پیشنهاد دادن قطعا برای این نقش نه نمیاره، و نقش خیلی جذابیه، نقش فوق‌العاده‌ایه، نقش یک آدمی که واقعا وجود داشته و این
مسیر سخت زندگی رو به دوش کشیده و تو چه مسئولیت سنگینی میاد روی دوشت وقتی بخوای نقش یک شخص حقیقی رو بازی بکنی. برای من خیلی چیز ویژه و جذابی بود. کلا بازی کردن جای آدم‌هایی که یک روزی وجود داشتن و زندگیشون بیوگرافی طور باشه، مثل همون فائزه منصوری. دیگه اینکه فراوان شنیده این که میگویند سینما بیرحم است، شما اینو قبول دارید؟ خیلی قبول دارم، خیلی زیاد قبول دارم اینو. یعنی من 21 ساله که وارد سینما شدم و الان حالا 23 سالمه، یه وقتایی برخوردهایی دیدم، رفتارهایی دیدم و چیزهایی شنیدم که در مورد من گفته شده که واقعا اصلا نمیفهمیدم چرا از طرف همکارامونا، و این برای من خیلی غم انگیز بود. گفتم مثلا الان منی که مثلا 22 سالمه، آیا مثلا جای شمایی که 30 سالته و 10 سال 15 سال داری تو سینما کار میکنید گرفتم؟ نمیگیرم که. چرا؟ واقعا قراره تهش چی به دست بیاری که مثلا منو از ناراحت کردن من قراره چی رو به دست بیاری؟ ولی خب من به مرور قوی تر شدم و میگم من به ظاهر 21 تا 23 دو سال تهی کردم، ولی واقعا توی تجربه حتی و توی اینکه قوی تر بشم واقعا 10-15 سال انگار تهی کردم توی این دو ساله، و این برای من ارزشمند بود. یعنی گفتم اوکی، شما خواستی منو ناراحت بکنی ولی در نهایت به من چیزی دادی، اونم قوی تر بودنه که برای من خیلی ارزش داره. اگر شما هم معتقدید سینما بیرحم است، در مسیرتان مصداقهای بیرحمی که دیده ای چه بوده؟ مصداقهای بیرحمی که در مورد دیگران شنیده ای چه بوده؟ در مورد خودم اول بخوام بگم که من مثلا یه تایم یه چند تا کار رو رد کردم به دلایلی که اصلا دوست نداشتم فیلم نامه‌شون رو، و برام فرستادن خیلی محترمانه، گفتم که من فعلا متاسفانه نمیتونم در خدمتتون باشم و امیدوارم که موفق باشید. دقیقا ادبیاتم همین بود، امیدوارم که موفق باشید، کارتون عالی بشه و اینا. بعدها من از یکی از دوستام اومد به من زنگ زد و آره زیبا تو چند برابر حساب میکنی. گفتم چی؟ گفت آره فلانی و فلانی گفتن که ما به فلانی به زیبا پیشنهاد دادیم این کار بازی بکنه و ما چند صد میلیون که حالا ادرم نمیگم به ما گفته مثلا دستمزد میخواد و فلان. بعد من گفتم اصلا بیا چتای ما رو نگاه بکن، اگه تو یه جا حرف مالی دیدی به من بگو. و این پیچیده بود. و بعد مثلا یک بازیگر معروف دیگه که حالا تو لاتاری هم کار کرده بود منو دید، به من برگشت گفتش که شنیدم خیلی بچه پر روی. گفتم من بچه پر رویم؟ چرا؟ فلانی فلانی این حرف رو زدن و پیچیده بود. و بعد از این بعدا من شنیدم که پیچیده که آره زیبا آدم بد اخلاقیه، اگر باش کار بکنید سر کار نمیاد، سر تایم نمیاد، خیلی اذیت میکنه و خیلی نمیدونم پول زیاد میخواد و فلان و بیسار. یه حرفای عجیبی که این پیچیده بود. یعنی من بعضی وقتا، یعنی من اول باور نکردم و بعد وقتی دیدم برخورد آدم ها مثلا چجوری عوض شده متوجه شدم که نه این مثلا که جدیه، یعنی واقعا در این اتفاق میفته. و بعد چند تا آدم معتمد به من گفتن که زیبا این پیچیده، نمیدونم چرا اینجوری که میگن این دختر یکی اصلا سر کار نمیاد، بعد نمیدونم سرویس هم براش بفرستید دیر وقت میاد، بی موقع میاد فلان. و خب خودتون میدونید دیگه وقتی این حرفا میپیچه چقدر میتونه به آدم آسیب بزنه. من اینجوری بودم که من بد اخلاقم، من بی ادبم، من مثلا بی احترامی کردم. چرا؟ فکرم گفتم ولش کن، خود جای حق نشسته، حالا بذار بگیم تهش که چی، تهش حالا تو فلانی تو برو جای من بازی کن، فلانی فلانی تو برو، مهم نیست، من کارم میکنم. و در کل که مثلا سر کار هم بوده که یعنی رفتارهای بد، برخوردهای مثلا بی دلیل، مثلا بی احترامی کردن بی دلیل که مثلا میگه خب چرا. و من شخصا مثلا من خودم بچه، من فیلم کوتاه زیاد کار کردم با بچه ها، تدوینگر بودم، دستیار بودم، منشی صحنه بودم. و تو وقتی میبینی که اون فضای دوستانه تبدیل شده مثلا به این فضا، خیلی بیشتر ناراحتت میکنه که میگی خب کو اون دوستی و رفاقت، اون ارتباط درسته، اون سالم بودن فضای کار که خب همه دلسوز کارن، همه دنبال اینن که یک کاری به نحو احسن انجام بشه، کجا میره و میشه این که آدم فکر میکنه اگر مثلا به راننده سر صحنه سلام نکنه ولی جلوی پای تهیه کننده بلند بشه از جاش، یعنی که چی؟ یعنی که
ابهت خودش حفظ کرده. نه، من اینو میگم که تو انسان نیستی که این کارو میکنی، که تو به راننده احترام نمیذاری ولی مثلا برای تهیه کننده احترام قائلی، اونم مثلا به این شکل و با این تفاوت. دو نفر با هم از در بیان تو و تو به یک نفر که سلام به تو میکنه جوابشو ندی و به دیگری اینجوری احترام بذاری، این به نظر من واقعا ارزش نیست و تبدیل شده به ارزش برای خیلی از آدم‌ها و به نظر من واقعا بی اخلاقی مطلقه. ولی کلن بیرحمی که مشخصه دیگه، آدم هایی که میان پشت سر یه نفر یه حرفی رو چوم میندازن که هم به کار اون آدم، به پیشینه و آینده اون آدم لطمه میزنن، به اعتبار اون آدم لطمه میزنن، اون آدم رو ممکنه خیلی مشکلات براش پیش بیارن که دیگه اصلا آدم نتونه کار بکنه یا فید بشه، که همان که میبینیم آدم هایی که بازیگرای خوبی هستن ولی نمیتونن وارد سینما بشن، چون هزار و یک آدم هستن که نذارن این آدم وارد سینما بشه. تو همه شاخه هم هست، فقط بازیگری هم نیست، فیلم برداری، صدا برداری، همش هست، میبینیم دیگه. شیرین ترین یا تلخ ترین صحنه سینمایی که یادته، آیا دوست داشتی در اون صحنه بازی کنی؟ الان اینا برای من فیلم خارجی تو ذهنمه، میشه خارجی بگم؟ تلخ ترین صحنه ای که دیدم تو سینما الان یعنی اولین چیزی که اومد تو ذهنم، صحنه خداحافظی لئون و ماتیلدا بود توی فیلم لئون دی پروفشنال. خیلی من انقدر گریه کردم، انقدر گریه کردم. لئون اینجا تنگه، تو نمیتونی رد بشی، پس من پیشت میمونم. بحثتون باید مرفم گوش کنه. نه من اجازه نمیدم. گوش کن. نه من نمیدم. گوش کن. من نمیدم. گوش کن. گوش کن. گوش کن. ما با هم شانسی نداریم. من اگه تو نباشی یه کاریش میکنم، باور کن میتونم یه کاریش بکنم. ماتیلدا من یه عالمه پول دستتون میدارم. برو. نه اینه میگی که من نگران نباشم. و شیرین ترین، شیرین بیشتر میتونم بگم لحظه ای که خیلی گفتم واو توی یه فیلمی، اینم باز متاسفانه یا خوشبختانه خارجیه، فیلم فانتین آرنوفسکی، لحظه ای که هیو جکمن درخت رو پیدا میکنه، یه درخت رو میبینه و اولین پلان ما از درخت زندگی میدیدیم، مثلا یادم نمیره چه حسی به دست گرفتم، مثلا یه اینجوری شدم بودم واو عجب چیزی، عجب لحظه ای. و خیلی برای من لحظه ای که این دوتا لحظه تو فیلم ها خیلی تو ذهن من مونده بود. نگو بیگناهی، چون به شعورم توهین میکنی و این خیلی عصبانی میکنم. خب کی ازت خواست؟ تتلگیا یا برزینی؟ چقدر اهل سفر هستی؟ کمپینگ یا هتل؟ آیا شغلت باعث شده جنس سفر کردن عوض بشه؟ من خیلی سفر کردن دوست دارم ولی اتفاقا کم سفر کردم، به خاطر حالا یه سری شرایط خودمون، مشغله های پدرم حالا اون موقع و الان هم درگیری های خودم که اصلا من 3 ساله نرسیدم برم سفر و این خودش خیلی من ناراحت کرده. ولی اگه بخوام انتخاب کنم بین کمپینگ یا هتل، قطعا کمپینگ رو انتخاب میکنم، خیلی جذابه. به جای بکر یک کسی نرفته، البته امنیتش باید تامین شده باشه. آیا شغلت باعث شده جنس سفر کردن عوض بشه؟ نه کلا خیلی، به هر حال آخه نمیدونم، شاید قبلش هم خیلی اهل ریسک نبودم، یعنی مثلا یعنی خانوادم کلا خانواده اهل ریسکی نبودن که مثلا بخوان برن خیلی کمپینگ و اینا بودن که الان مثلا بخوان بگن نه الان دیگه نرو مثلا خطرناکه و فلان. کلا یکم پدر محافظه‌کاری دارم که البته طبیعیه، خب پدر با 3 تا عضو دیگه طبیعیه که بخواد محافظت بکنه ازشون، خیلی اهل ریسک نباشه، بخواد بره بریم سفر، خب بریم هتل. ولی خودم نه، خودم اتفاقا دلم میخواد برم کمپینگ، دره، کوه، دشت، اگه بشه مشغله ها بذاره. اهل موسیقی هستی؟ چه شخصی یا گروهی رو دوست داری؟ بله اهل موسیقی هستم، من خیلی خیلی فن گروه اپوکالیپتیکا هستم، یه گروه ویولونسل هم که خیلی خوبه، خیلی، چون واقعا ویولونسل خیلی دوست دارم، خودم ویولون میزنم و کلن سبک موسیقی سرد شمال اروپا، اصلا یکی از ویژگی های
موسیقی این گروه که خیلی دوستشون دارم همینه که یک سرمایی توی موسیقیشون هست که اصلا با شنیدن تا حالا شده یه قصه‌ای بخونی که دوست داشته باشی فیلم شه و تو هم توش بازی کنی؟ کدوم کتاب؟ کدوم نقش؟ من یه قصه خودم نوشتم، یه رمان خودم نوشتم که دوست دارم فیلم بشه و توش بازی کنم و نقش اصلیشو بازی کنم. ولی آره، رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها از رضا قاسمی. این رمانی بود که وقتی خوندمش خیلی خیلی برام مثلا، یعنی به شدت روم تاثیر گذاشت و یادم چند بارم خوندمش و خیلی فضاش منو گرفته بود. اصلا یعنی یک رمان ویژه با یک فضاسازی درخشان و اصلا ایده فیلمنامه هم بعد از اون به ذهن خودم رسید که فیلمنامه بنویسم که حالا اونو نگهش داشتم بعد از این فیلمی که دارم کار میکنم فیلمنامه اون رو بنویسم. خیلی رمان خوبیه، واقعا پیشنهادش میکنم. آها، نقشش هم که این مرد نقشش، نمیدونم چرا هرچی که دوست دارم مرد نقششون مرد نقشش و ولی خب کلا نقشیه که میتونه، یعنی خیلی جنسیتی نیست، یعنی اون نقشه و اون موقعیتی که اون، حالا اسمش هم نباید بگم، انقدر کتاب ویژه‌ایه که اسم کاراکتران هم اگه بگی ممکنه اثر منفی بذاره، بهتره که نگی چون آخر قصه میفهمی اسمش چیه. اون کاراکتر اصلی فیلم که قصه از زبون اون داره روایت میشه توی این رمان خیلی جنسیتی نیست، یعنی میتونه خانم هم باشه تو اون موقعیت قرار بگیره، تو اون موقعیت مهاجرت توی یک شهر، توی کشور غریب و تو اون شرایط سخت. آره این کتاب خیلی مورد علاقمه. به جوانهای علاقمند به بازیگری که از شما راهنمایی میخواهند چه راهنمایی میکنید؟ هیچ وقت شده جوانان علاقمند را از تلاش برای بازیگر شدن منع کنید؟ آن وقت این شبهه پیش نمی آید که نمی خواهید رقیب تازه‌ای وارد میدان شود؟ ببینین، واقعیتش رو بخوام بگم شاید این حرف درست نباشه، ولی خب واقعا فکر میکنم انتخاب رشته دانشگاه و اصلا انتخاب یک شغل برای هر فردی واقعا باید به هر حال به پیشینی آدم هم نگاه کنیم، یعنی باید به موقعیتی هم که آدم قرار داره نگاه بکنیم. نمیشه خیلی ایدئال گرا بگیم که آقا تو میخوای فلان کارو بکنی حتما میتونی، اگر بخواهی میتوانی. واقعیت اینه که اینجوری نیست، یعنی همیشه اگر بخواهی نمیتوانی. و من خب واقعا وقتی ببینم که یک فردی، مثلا من بارها داشتم دایرکت اینجوری خیلی خیلی زیاد، اتفاقا چون ما تازه وارد شدیم و میبینن که مثلا تازه راهی برمون باز شده، خیلی از ما بیشتر شاید میپرسن تا حالا افراد دیگه. ولی من خیلی اوقات بوده به بعضیا گفتم که اتفاقا بی خیال بشن، انقدر تمام زندگیشون رو نذارن پای یه همچین کار. خب طرف من پیام داده میگه مثلا پدرم فوت کرده، من مادرم، مثلا دو تا بچه کوچکتر از خودم، من الان سرپرست خانوارم، همه زندگیمو میخوام ول کنم بیام تهران برم کلاس بازیگری بازیگر بشم. خب من به این آدم واقعا نمیتونم بگم بیا تو میتونی، تلاشتو بکنی، میتونی. بهش میگم که نکن این کارو، واقعا چرا میخوای این کارو بکنی؟ اول یکم توی یه شغلی پیدا کن، به یه ثبات مالی برسی، تو به هر حال یک مسئولیتی روی دوشته و خب بازیگری همه میدونیم ریسکه، واقعا یه موقعی هست یه موقعی نیست، کار ثابتی نیست و واقعا ممکنه زندگی داره قمار میکنی. و آره به خیلی ها گفتم که این کارو نکنن، من یه موقعی هست یه فردی هست که موقعیتشو داره میتونه این ریسک رو بکنه، خب چرا نکنه، بکن این کارو، برو دنبال چیزی که دوستش داری. من خودم چون از طریق دانشگاه وارد این سیستم شدم، من این راهو بیشتر میپسندم به خاطر اینکه هم کم هزینه تره. واقعیتش کلاسایی که الان آزاد وجود داره واقعا هزینه های عجیب غریب داره و کسایی معرفی کردم که نتایج خوب نمیگیرن از این کلاسا. خودمون دیگه راحت میگم واقعا پول زیاد میگیرن ازشون، ولی استاد که اتفاقا بازیگر به نامی هم هست میاد و خاطره تعریف میکنه براشون. خب آقا اون طرف این میلیون تومن پول داده پای اون کلاس، تو میای میشینی خوشو بش میکنی با بچه ها، خب نباید این کارو بکنی، باید عملی باشه. من معتقدم کلا سینما بازیگری و هر شغل دیگه توی این کار واقعا نیاز به تجربه کردن داره، تو باید میدون عمل کردن به دست بیاری. من میگم آقا دانشگاه به تو این فضا رو میده، دانشگاه باعث میشه که تو با کمترین هزینه بیایی بری سر فیلم کوتاه‌های بچه‌ها کار بکنی، توی کلاس تمرین کلاسی انجام بدی، یه سری تجهیزات، حالا هر چند کم
تو دانشگاه وجود داره که به تو کمک میکنه که از اینا استفاده بکنی، یه سری چیزا رو یاد بگیری و کلن 4 سال توی این فضا بزرگ بشی، توی این فضا پرورش پیدا بکنی و در نهایت شاید هم نگم قطعا از خود اساتید دانشگاه خیلی چیزی یاد نخواهی گرفت، مگر چند تا دونه که خودم میشناسم، حتی میتونم اسم ببرم توی دانشگاه خودمون، آقای سجاد ستوده یکی از استادای درخشان دانشگاه ما، کم بودن استادهای این شکلی. ولی حتی در کنار استادهایی که خیلی انرژی هم نمیذارن، باز از بودن کنار آدمهایی که چیزی میدونن میشه خیلی چیزها یاد گرفت. و شخصا پیشنهاد من برای اونی که تازه میخواد وارد این فضا بشه واقعا دانشگاه، چون میگم کم ریسک تره به نظر من از کلاس‌های بیرون. 5 تا فیلم محبوب تو بگو. علی پدرخوانده، دو فانتین رو من خیلی دوست دارم، سه لئون و پیانیست پولانسکی رو من خیلی دوست دارم فیلمشو. و اخیرا هم یه فیلم دیدم که خیلی برام فیلم خوب بود، فیلم آن بادی اند سول، و اون فیلم هم برای من فیلم درخشانی بود. ولی همچنان بعد اینجوری بگم 1, 2, 3, 4, 5 پدرخوانده، از 5 به بعد حساب کنید بقیه رو. ایرانی جدایی، جدایی اولیه واسه من، بعد درباره اریه، بعد طعم گیلاسه، خیلی من دوستش دارم فیلمو. سه تا بگم یا بیشتر بگم؟ کافیه؟ نه کافیه، چون بقیه دیگه تو دیه لبرم، یعنی وقت میمونم کدوم اول بگم. بزرگترین آرزوی حرفه‌ای‌تان چیست؟ قطعا فیلمساز شدم، فیلمساز، فیلم بلندم رو بسازم و فیلم بلندم رو با کیفیتی که میخوام بسازم، یعنی با شکل و شمایلی که دوست دارم بسازم، تن ندم به تیغ خیلی چیزها، حالا سانسوره، بیپولیه، نمیدونم کمبود امکاناته. این بزرگترین آرزویی که میتونم داشته باشم. بزرگترین آرزوی غیر حرفه‌ایتان چیه؟ چرا غیر حرفه‌ای آرزو ندارم؟ خیلی مثل اینکه آرزوام کاریه. خب من خیلی زندگیم تنیده شده با کارم، خیلی، یعنی شب و روزم با کارمه، تفریحم کارمه، تفریحم نوشتنه. مثلا کارم باز دوباره تو بحث اینه که برم فیلم بسازم، بنویسم، از این همش همینه، تفریح و کارم کلا این شکلیه و خیلی نمو هم تنیدن. ولی خب بزرگترین آرزویی که میتونم داشته باشم در کل برای کل حال جامعهمونه. واقعا حال مردممون خوب نیست دیگه، آرزو میکنم که نمیدونم چجوری واقعا، ولی حال مردممون، حال مملکتمون واقعا خوب بشه، چون خیلی اوضاع بده، خیلی، و این تاثیر میذاره تو همه ابعاد زندگی هممون. کاش حالمون خوب بشه. آقا مصاحبت بامزه بوده، ولی خیلی یکم استرسی بود، استرس میگرفتم. آره آدم میگه نشسته اینجا بگو سال اول، واقعا یه حال واجبیه ریزی داشته، ولی خب با مزه بود، دوست داشتم.